بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو آموزشی میخوایم بخش از تکس شیوه برتن کار کنم. قبل از اینکه بخش تکس شیوه برتن کار کنم، اولا نیاز است که از سی بودی پس باید دو بودی تبدیلش کنم، پس سرویست استفاده کردم و سپس شیوه میخوایم شیوه یک منظم باشه چکازلی انتخابش میکنم و حال میایم سر تکسش که مرحله آخرش است. اولا در قسمت تکس باکس موضوعاتی که مشمول نشته کردیم حال در مرکز همین چارزلی وجود داره. میتونیم سمت بالا بگیریم تاپ انتخاب کنم و سمت پایین باتون سلیک کنم و اگر بخوایم که شکل نظیر تغییر بدیم یا دایرکشنش تغییر بدیم از تکس دایرکشن میم و شکل های متفاوتی دیگه وجود داره. هر یک را انتخاب کردن میتونیم آپشنی وجود داره دو نات روتیت تکس هست، یعنی وقتی که من شیپ چرخش میدم متنم در چرخش با شکل است، پس فعالش میگنم و حال شکل چرخش میدم و متن در حالت خود باقی میمونه. پس اختیار خودتان که اگر میخواین با شکل تغییر بکنه پس این را غیر فعال. ریسایز شیپ تو فیت تکس، هرگاه میخواین که اشکال نظر به تکس مرتب شده پس این را فعال کنیم، یعنی هرگاه متن مزید نشته کنیم شیپ هم بزرگ شده میره. پس من ادامه میتونم چیز نشته میکنم و فقط منظور من این خواهد بود که شیپ دیجه بزرگ شده مگر نظر به متن که درچ میکنیم. اختیار خودتان اگر میخوان که جداتر از این کار کنم فالش کرده بتن. دیگر لیفت مارجن و رایت و تاپ و باتم هست، در صورت استفاده کنیم که رو سمت تاپ بگیرم و سمت راستی را تین کنم. از سمت بالا و سمت چپ کم فاصله داره، میتونم مزید فاصله اضافه کنم، سمت چپ فاصله اضافه کنم. این شکل از چهار طرف میتونم فاصله اضافه کنم. رب تکس این در شیپ هست، یعنی وقتی با موضوع در نشته میکنم موضوع ناو در خط ناو اضافه میشکنه. غیر فعال یعنی امتداد داره و هر قدر که بنویسین امتداد خود پیدا میکنه و اگر غیر صورت باید میشکنه و دوباره آغاز میشه. آمدیم در بورد آلت تکس، آلترنتیو تکس هست. اگر کدام دسکریشن نشته میکنم مثلا نشته میکنم که شیپ دیزاین است و دسکریپشن هم نشته میکنم this is a shape شیپ و میریم به سیو میگیرم F12 یا کنترل S اختیار خودتان کنترل S روی حساب سیو میگیرم. مگم فرمت شده باید سینگل فایل وی پیج بگیرن چون میخوایم آلتیکس ببینن سینگل فایل وی پیج.